نام خدا. جلسه 19 محاسبات عددی در خدمت شما هستیم. ما تو جلسه قبل اومدیم وارد حل دستگاه های معادلات شدیم. دستگاه معادلات حالات خطی، گفتیم که در حالت کلی ما دوتا در واقع روش داریم، یا دو تا در واقع استراتژی بگیم شاید بهتر باشه برای حل مسئله، برای حل دستگاهی. روش مستقیمه، یکم روش تکراری. تو روش مستقیم روش حذف گوس رو برای شما معرفی کردیم که می اومد تک تک این ردیفا رو در واقع ماتریس رو تشکیل میداد، اینو به یک ماتریس بالا مثلثی تبدیل میکرد و به صورت معکوس از انتها، در واقع وقتی که انتهایی به دست می اومد دیگه حالا آخری رو حل میکرد و همینجا میومد بالا و تمام معادلات حل میشد. روش دوم هم که استفاده روش وارون تابه بود که ما برای وارون تابه هم اومدیم یه روشی ارائه دادیم، یعنی برای شما بیان کردیم که خیلی شبیه همون روش قبلی بود. این هم دقیقا میاد همین کار رو میکنه و با اون بحثی که اونجا توضیح دادیم اومد وارون تابه رو حساب کرد و بعد دیگه ضربه ماتریسی و پیدا کردن جوابای مسئله. حالا تو این روش که مبتنی بر روش‌های در واقع تکرار هست، قاعد روش مستقیم، حالا ما اینو در واقع الف گفتیم، حالا این جلسه می‌خوایم روش تکراری رو بگیم. قاعدتا از نظر الگوریتم پذیری این روش بسیار در واقع بهتره و بیشتر هم استفاده میشه توی حل معادلات، خصوصا توی نرم افزارهای مختلفی که هست. پس می‌خوایم بریم سراغ در واقع به روش های تکراری. خب تو روش های تکراری خود اینم چند تا روشه. اولین روشی که میخوایم با هم کار کنیم روش جاکوبی است. تو روش جاکوبی میاد به این شکل عمل میکنه، میاد تمام معادلات رو بر حسب مجهولات می نویسه، بعد یه فرض اولیه در نظر می گیره و اینا رو بهش میده و تکرار انجام میشه. خب من اینو برای فعلا سه معادله سه مجهولی براتون توضیح میدم. اینو که یاد بگیرین دیگه برای بقیه معادلات هم راحت میشه در واقع اکسندش کرد و به دست آورد. خب فرض کنیم که من یه معادله درجه 3 دارم، A1 1 X1 به اضافه A1 2 X2 به اضافه A1 3 X3 این شده B1. حالا A2 2 A2 1 X1 A2 2 X2 A2 3 X3 این شده B2، A3 1 X1 به اضافه A3 2 X2 به اضافه A3 3 X3 سویسه با B3. خب میاییم اولی رو بر حسب X1 می نویسیم. در نتیجه X1 من برابر میشه با 1 تقسیم بر A1 1، اونا رو میبرم اون طرف، B1 منهای A1 2 X2 منهای A1 3 X3. همین کار رو برای بقیه انجام میدم. X2 برابر میشه با A2 2 B2 A2 1 X1 منهای A2 3 X. در نهایت X3 من برابر میشه با A3 3 B3 منهای A3 1 X1 منهای A3 2 X2.
حالا ببینید این کارو میکنه، میاد یه دونه یه حل اولیه در نظر میگیریم. چیکار میکنیم؟ میان یه حل اولیه در نظر میگیریم. یعنی چی؟ یعنی من میام میگم که من یک جوابی دارم که x یک صفرش اینه، x دو صفرش اینه، یعنی اولین تقریب x سه اینم اینه. این چیه؟ این اولین جواب منه که دارم فرض میکنم، این اندیس. خب مثلا همه رو بذار اصلا شما صفر، خب میذاری صفر اینجا، میاد x رو میذاری صفر، دوباره x هم میذاری مثلا صفر، یه جواب برای x یک به دست میاد. حالا دوباره اینو میذاری صفر، اینو میذاری صفر، یه x دو به دست میاد. در واقع شما اینا رو داخل این معادلات قرار میدین، یه جواب دیگه به دست میاد، یعنی x یکی به دست میاد دیگه بالاخره، که میشه اون میشه x یک یک و x دو یک و x یک. خب این روند رو انقدر تکرار میکنیم که دیگه جوابامون تغییر نکنه. حالا یه معیاری میشه براش گذاشت، یعنی چی؟ اینو ما تا x n پیش میریم. اینو ما تا x n پیش میبریم. حالا میتونیم یه مبنای بذاریم، مثلا جمع اینا، یا مثلا اختلاف این اولی با مثلا n با n من های یک از یه حدی کمتر بود دیگه متوقف بشه، چون میتونه هر چقدر که دوست داشته باشیم چی بشه؟ تکرار بشه. خب حالا یه مثالی براتون حل کنم تا متوجه روش بشه. مثال معادله مقابل را به روش ژاکوبی حل معادله ای که داریم چار ایکس یک منهای ایکس دو به اضافه ایکس سه برابر با چهار، ایکس یک به اضافه شیش ایکس دو به اضافه دو ایکس سه مساوی با نو، منهای ایکس یک منهای دو ایکس دو به اضافه 5 تا x برابر با 2. این دستگاه معادلاتی که ما باید چیکار کنیم؟ حل کنیم. خب طبق این چیزی که اون بالا من گفتم، ما اینا رو میایم بر حسب x1 تا x2 چیکار میکنیم؟ مرتب از x1 تا x3 مرتب میکنیم. بنابراین x1 من برابر میشه با 4 به اضافه x2 منهای x3 تقسیم بر 4، x2 برابر میشه با 9 منهای x1 منهای 2x3 کلش تقسیم بر ضریب x2 که 6، x3 میشه 2 منهای 2 به اضافه x1 به اضافه 2x2 کلش تقسیم بر 2. برای شروع یه فرض اولیه در نظر میگیریم، یه جواب اولیه در نظر. من x صفر میگیرم، یعنی صفر و صفر و صفر. خب حالا دیگه اینا رو باید به دست بیارم. این صفر و صفر رو اینجا بذارم، در واقع بچه ها ببینیم و عملا حالا با هندس قرمز می نویسم که بهتر دیده بشه. من الان در واقع یه دونه ایکس چی دارم اینجا؟ یه دونه ایکس کای به اضافه یک داریم که ایک کا
x2 k به اضافه 1 x1 k x3 k x3 k به اضافه 1 x1 k x2 k. حالا این چیه؟ این الان در واقع x1، این x2، این هم که x3. منطقه چی هم فعلا با اندیس های صفر هم. جواب اول هم. من کارو میدم صفر. خب اینا رو قرار میدیم و دیگه تکرار میکنیم دیگه. خب بریم جایگذاری کنیم. حالا من به خاطری که بهتر باشه اینا رو میارم به صورت در واقع جدول، اینجا می نویسم برشون. پس این میشه شماره تکرار، این میشه x1، این میشه x2، این هم میشه x3. خب تکرار اول، خب تو تکرار اول هم ستاشون هم صفرن. خب تو تکرار بعدی، یعنی تو تکرار یک، x1 میشه چی؟ حالا یا با این یا با این. ببینید صفر باشه، اینم صفر باشه، میشه 4 تقسیم بر 4 میشه چند؟ 1. حالا تو مثلا تا 4 رقم اشار. x2 صفر صفر میشه 9 تقسیم بر 6 میشه 1.5. x3 صفر صفر 2 تقسیم بر 2 میشه چی؟ 1. حالا برای تکرار شماره 2، برای تکرار شماره 2 شما دوباره الان 1.5 1 به اینا میدی. خب اگه اینو بدیم میشه 4، درسته؟ به اضافه x2 که میشه 1.5 میشه 6، و 4 به اضافه 1.5 میشه 5.5، منهای 1 میشه 4.5 تقسیم بر 4. x1 پس میشه 4.5 تقسیم بر 4 میشه 1.275. x2 x1 رو میدیم 1، x رو میشه 2، در واقع میشه 9 منهای 1 میشه 8، 8 منهای 2 میشه 6، 6 تقسیم بر x2 میشه در واقع 9 منهای 1 منهای 2 در x3. بچه اینجا بکنم ما یه اشتباه کردیم برای x، درسته؟ آها این ضریبه 5 بوده، من اینجا اشتباه کردم، عرض کردم اینجا من اشتباه کردم، این میشه تقسیم بر 5، اینم تقسیم بر 5، اون ضریبه x اونجا 5 اشتباه داشتیم. و پس با این حساب اینجا میشه 4/10. یک دو هفتاد و پنج، بله. ایکس دومون میشه چی؟ ایکس دومون خب حالا با این حساب تو تکرار دو اگر بذاریم میشه 1/2، بعدشم دوباره میشه 1/2. دیگه نه همینجوری ما چیکار میکنیم؟ تکرار میکنیم. حالا اگه این کار رو انجام بدیم ما توی در واقع تکرار 14 به جواب 1 و 1 چی میشیم؟ میرسیم. حالا دیگه اینا رو باید تکرار کنیم دیگه. میگم این روش هایی که تکراری هم نیاز به محاسبات کامپیوتری داره که با اونا خیلی سریعتر بتونیم جوابو پیدا بکن. این روشی که عرض کردم خدمتتون روش ژاکوبی بود. روش بعدی روش در واقع گوتسایدله. تو روش گوتسایدل خیلی شبیه اینه، خیلی روش شبیه اینه، فقط یه تفاوتی داره که اینجا الان توضیح میدم، بعد میریم اونجا درستش میکنیم. ببین اینجا که اینا رو نوشت، ببین ما اینجا بردیم نوشتیم چی؟ x1 برابر با x2 که x3. خب اینو که اینجا به دست میاره x1 دیگه برای بعدی هم بلافاصله استفاده میکنه. دقت کردین؟ اینجوری نیست که بذاره سیکل تموم بشه. اینجا رو نگاه کنین، مثلا اگه اینو بذاره صفر، ما میذاریم صفر. خب وقتی شما تو معادله اول میذاری صفر، الان x که شما به دست میاد چند؟
توی معادله اوله. دو تا رو بذاری صفر، x یکت میشه چی؟ یک دیگه. دیگه برای بعدی که میخواد x دو رو حساب کنه نمیاد دوباره صفر بذاره x یکو، یک میذاره. بعد یکی صفر، بعد این x دو و x یکی که از اینجا به دست آورده تو معادله سومی هم استفاده میکنه. عملا روش سریعتریه، خیلی سریعتر معادلات چی میشه؟ به دست میاد. خب پس بریم سراغ روش بعدی. روش گوس سایدل. خب پس من مثل اون یکی میخوام توضیحش بدم. دوباره فرض میکنم یه چنین معادله ای دارم. من دیگه به خاطر که تایم کمتری از ما گرفته بشه، خب فرض کنم من این معادله رو میخوام حل کنم به روش گوس سایدل. ببینید x1 کا به اضافه 1، خب من x1 کا به اضافه 1 تو x2ش بله همون کا رو میذاره، تو x3 اینجا هم کا میذاره. حالا وقتی میخوای به x2 رو حساب کنی، یعنی x2 کا به اضافه 1 که میخوای حساب کنی، این x1 که استفاده میکنی از اینجا برده، یعنی میشه کا به اضافه 1 x1. x3 رو که حساب نکردی، بنابراین هنوز همون کا میذاری. برای x3 کا به اضافه 1، برای x1ش دوباره همون کا به اضافه 1 میذاری، x2 رو از این میاری دوباره اینجا میذاری. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن اینو که اینجا حساب کردی، من دوباره همین x1 رو میارم اینجا قرار میدم برای این یکی، دوباره حالا همین x2 رو میاری اینجا قرار میدی، همچنان که این x1 هم دوباره اینجا شما قرار دادی. این روش همونجور که میبینی قاعدتا باید سریع تر هم باشه دیگه، چون مسئله حتی نه همیشه ولی خب اغلب مواقع این روش چی تره؟ روش سریع تری هست. خب همون مثال قبلی رو من مثال قبلی رو با این روش میخواییم حل کنیم. مثال قبلی را روش گوس سایدل حل کنید. حالا اینا دیگه بحث کامپیوتری، خب خیلی راحت تر هست. خب مسئله همون این بود دیگه، درسته؟ همین بود. خب همین مسئله این بود. اینجا رو من فقط میارم اینجا. خب عرض کردم ما یه x1 به اضافه 1 اینجا داریم، یکی هم اینجا و یکی هم اینجا. خب حالا روند رو مثل قبلیه می نویسیم. جواب را هم اینم با صفر شروع کردیم. صفر 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 که میدیم نگاه کنیم، تو تکرار اول من میدم صفر صفر صفر، اینجا میشه صفر صفر چهار، تقسیم بر چهار میشه یک ایکس. برای ایکس دو که میخوام حساب کنم اینجا میدم 9 منهای، اینا دیگه صفر نمیدم مثل قبل، یک میدم. این هم که پس میشه 9 منهای 1، 8 منهای در واقع صفر، پس میشه 9 منهای 1، 8
8 تقسیم بر 6 که میشه 4 سوم. بنابراین x دو من اینجا میشه 1 ممیز 3 3 3 3. متوجه منظورم شدین؟ حالا برای بعدی هم دوباره هم x1 رو 1 میدیم، یعنی برای x از این دو تا استفاده میکنیم، نمیایم از این بالایی استفاده کنیم، همینا رو استفاده میکنیم. اگر این کار رو انجام بدیم اینم به دست میاد 1 ممیز 13 33. خب حالا برای x2، حالا برای x2 دوباره، خب قاعدتا برای x2 اینجا، ببخشید برای x1 گام دوم، x2 رو میدم 1 ممیز 33، x3 رو میذارم اینجا، 4 هم که سر جای خودشه. اگه این کارو بکنیم در واقع x1 من میشه 1 ممیز 0 5 0 0. حالا دوباره از همین من برای اینجا استفاده میکنم، x3 رو که از این میگیره، x2 رو از این کار اگه انجام بدیم میشه 94 73، برای یکی میشه 90 میشه 98 89. خب اینا رو من تکرار میکنم. اینجا تو تکرار پنجم اگه یادتون باشه، اونجا تو تکرار چند به جواب رسیدیم؟ تو تکرار چهاردهم. اینجا تو تکرار پنجم ما به جواب رسیدیم و نشون میده که چقدر روش سریع تری هست از روش قبلی. خب حالا چند تا نکته. اول اینی که ما الان حل کردیم برای سه معادله سه مچولی بود، برای چهار معادله چهار مچولی هم دقیقا همین روند شما میتونین انجام بدین و برای انتها میتونین به دست بیارین. پس این نکته اول. نکته دوم در واقع شرط خاتمه عملیاته. شرط خاتمه عملیات، بس اینه که ما تا چقدر اینو تکرار کنیم. ببینیم میایم یه کار میکنیم، میایم تمام ایکس های ها رو که داریم تو هر مرحله حساب میکنیم اینو یه جوری که حالا هر جوری که میتونیم میام میگم که من میام یه کار میکنم، ایکس آی که دارم حساب میکنم تو مرحله کای به اضافه یک اینو از قبلیه کم میکنم. اگر همگرا شده باشه اصطلاحا دیگه جواب تغییر نمیکنه دیگه، درسته؟ میام میگم که میام میذارم مبنا، پس کافیه که بفهمیم که کی تغییرات دیگه نداریم. خب هر بار که این ریشه رو دارم حساب میکنم میارم اختلاف این قبل رو با قبلی حساب میکنم تک تکشون. خب مثلا اگه سه تا معادل الان سه تا اگه مجهول داشته باشه قاعدتا سه تا از اینا حساب میکنیم، کدومو میذاریم مبنا؟ اونی که همه بزرگتره دیگه، چون انقدر باید این اتفاق بیفته که همشون دیگه تغییراتشون خیلی زیاد نباشه. مثلا ببین الان اینجا مثلا فرض کنیم که این بعد از این شده مثلا یک، قبلش یک مثلا 99، این مثلا 99 این مثلا شده یک. خب اختلاف اینا صفره ولی اینا مثلا 1000ه، پس اینا مهمه برام. میام از این اختلافایی که حساب کردم میدونم ماکسیمم میگیرم، پس میگم که ماکسیمم اختلافایی که در واقع دارم از مجموعه یه قدر مطلق هم میذاریم که دیگه خیالمون راحت بشه. اینو من حساب میکنم، اسمش حالا میذارم مثلا ام کا مثلا. خب یعنی بیشترین خطا تو مرحله کاون. خب دیگه میتونم یه اپسیلونی براش تعریف کنم و بگم تا در واقع مسئله تا جایی که، پس میتونیم بگیم تکرارها تا اپسیلون، یه اپسیلونی براش در نظر میگیری، میگی تا وقتی که امکا کوچکتر از اپسیلونه تکرارها تا این موقع انجام شود. یعنی انقدر این کار انجام میدیم تا مثلا نامیگه اختلاف ماکزیموم خطاها مثلا میشه یک مثلا در بتا منفی 6، انقدر این کار رو میری جلوتر تا ماکزیموم اختلاف اینا از اون مقداری که میخوایم کمتر بشه. این دیگه خود به خود مسئله همگرا میشه. خب بچه یه نکته دیگه که اهمیت داره و تو حل معادل استفاده داره معادلات استفاده میشه رو میخواییم اینجا براتون عنوان کنیم که بهش میگن اصطلاح محورگیری.
یه با مثال به نظرم شروع کنیم که بهتر متوجه بشیم. معادله فوق رو به روش حذفی قوس حل کنید. معادلمون چیه؟ در به توان منهای 5 در ایکس این برسایی که میگم وقتی که شما با ضریبای کوچیک و بزرگ سر و کار داریم، ایکس یک به اضافه ایکس دو برابر با دو. خب اینو من میخوام به روش گوس حل کنم. چی کار میکردم؟ میامدم اینو در یه عددی باید ضرب میکردم با این جمع میکردم، درسته؟ خب قاعدتا من بعد اینو در چی ضرب کنم؟ با این استدلالی که قبلا داشتیم میامدیم این به این تقسیم بعد بشه دیگه، درسته؟ بس من بعد اینو ضرب در 10 به توان منفی 5 منهای این کنم، یعنی اینو داری من ضرب بکنم میشه 1 منفی 1 با این جمعش کنم، درسته؟ خب اگه این کارو انجام بدیم، اگه این کارو ما انجام بدیم معادلمون میشه اولی که سر جای خودش میمونه x1 به اضافه x2 مساویس با یه. این یکی چی میشه؟ یکی در این ضربشه با اینجا میشه x2 اینجا میمونه میشه یک منهای 10 به توان 5 در x2 مساویس با 2 منهای 10 به توان 5، درسته؟ اگه من اینو حل کنم اینجا x2 به من میشه 1، خب x2 رو بذاریم اونجا 1، نتیجه x1 همون میشه چی؟ 0، درست شد؟ بنابراین جواب ما میشه 0 و 1، جواب ما میشه 0 و 1. دقت کنید وقتی اینجا میذاریم الان برقرار نیست. ببین x1 رو بذاری برای این برقراره ولی برای این یکی برقرار نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این ضریبی که ما اینجا استفاده کردیم برای این ضریب خیلی کوچیکی بود. حالا جای معادله رو عوض میکنم یه بار دیگه حل میکنم، یعنی چیه؟ یعنی این دفعه می‌نویسم x1 به اضافه x2 برابر با 2 10 به توان 5 x1 به اضافه x2 برابر با 2. خب حالا این دفعه اینو باید در چی ضرب بکنیم؟ با اون جمع بکنیم معکوس اینه دیگه. اینه الان ما دیگه باید ضرب در 10 به توان منفی 5 کنم با این چیکار کنم؟ جمع کنم. اگه این کار رو انجام بدیم نتیجه میشه چی؟ خب x1 به اضافه x2 که سر جای خودشه این میشه 0 میشه 1 منهای 10 به توان منهای 5 در x2 برابر با 1 منهای 2 در 10 به توان منهای 5. اینو اگر حل کنیم x2 من میشه 1، قاعدتا بذارم بالا هم x1 هم میشه 1. حالا کدوم میکردین؟ خب این هم اینجا مرتب بنویسم، اینجا x2 شد 1 x1 شد. دقت بکنین جواب درستیه، یعنی تو این معادله شما 1 بذاری 1 و 1 بذاری میشه 2، یک یکم بزنید چون مقدارش خیلی کمه 10 به توان منهای 5 تا 1 4 0 رو جواب میده دیگه، درسته؟ خب حالا چه اتفاقی افتاد که این مسئله پیش اومد؟ اصطلاحا یه اصلی ما بهش میگیم، میگیم اصل محورگیری. ببین اینو میگه، میگه شما تو ردیف اولت دقت کنید، یعنی باید معادلات با مرتب کنید، در ردیف اول شما x1 مهمه، در ردیف دوم ضریب x2 مهمه، تو ردیف سوم ضریب x3 مهمه. ضرایب اصطلاحاً ضرایب xi ها که میخواد انجام میشه باید ماکسیموم باشه. یعنی چی؟ ببین الان من اینجا x1 ضریبش 1، اینجا در به توان منهای 5،
پس این باید بره رو ردیف اول وایسه، کاری که ما اینجا انجام دادیم. گرفتین چی شد؟ یعنی جای معادلات رو من چیکار کردم؟ عوض کردم. به همین ترتیب به این میگن در واقع اصل محورگیری. پس بعد از اگر خواستین حتی وقتی که با ضریبای اینجوری سر کار داریم، مثلا یعنی از اوردر دوتان پنجه، اگه اینجوری نباشه مشکلی نداریم. به این میگن اصل محورگیری. پس اینو به عنوان اصل بخوام بگم براتون، میشه در واقع انتقال معادله به سطر جیوم که ضریب ایکس جی در آن بیشترین مقدار را از نظر قدر مطلق دارا می باشد را محورگیری میگه. پس اینو دیگه به عنوان یه تعریف بعد از این داشته باشیم و توی معادله این چه فرق هم نمی کنه چه با اینا بخواین استفاده کنین، از هر روشی بخواین استفاده کنین، در واقع پیشنهاد میشه که حتما این کارو انجام بدین. نکته دومی که ممکنه پیش بیاد اینه که مثلا یه ضریب یکی از اینا صفر باشه، مثلا این صفر باشه. خب این اگه صفر باشه دوباره مثل قبلیه، میایم یه دونه رو پیدا میکنیم که x1 کش ماکس، اینو بیاریم اینجا. گرفتی؟ یعنی کل معادله منتقل میکنیم برای x هم و برای x هم همین کار باید انجام بشه. بچه پس برای این جلسه این دو تا روشی که گفتم و برنامه‌شو بنویسید. حالا به خاطر که این مبحث خیلی مبحث مهمیه، ما تو مطلب برای حل معادلات در واقع دستگاه معادلات سه تا روش کلی داریم. پس حل معادلات خطی در مطلب، حالا اینجا یه مروری داشته باشیم بعد نیست چون خیلی استفاده خواهد شد بعدها و توی حالا درس‌های مختلف میتونیم ازش استفاده بکنیم. پس من اگر یه معادله داشته باشم AX مساوی با B، اینو میخوام توی مطلب حل کنم. یه روشش اینه که بیام خیلی راحت از اینورس بگیریم، یعنی میشه X ما، شما میتونید اینجوری بزنید x برابر با دستورش اینه INV یعنی اینورس، اینورس آ رو حساب بکنیم، خب ضرب در بی بکنیم. این یک روش هستش. البته اینو میشه به یه روش دیگه هم نوشت، مثلا میگیم که x مساوی با آ به توان منفی 1، خب بعد حالا این ضرب در بی که دو تا عملا یکی. روش بعدی که در واقع میتونیم استفاده بکنیم اینه که بگم x مساوی با در واقع a تقسیم بر b. حتی این تقسیم رو باید به این شکل ما چیکار کنیم استفاده کنیم. این روشه روش در واقع سریع‌تر و مطمئن‌تریه. روش مطمئن‌تر، دلیلش هم همینه که این الگوریتمی که داخلش استفاده شده از این بحثا اینجوری جلوگیری میکنه. حالا به خاطر که یه آشنایی هم داشته باشین تو محیط مطلب، یه چند تا یه مثال ساده با هم حل بکنیم تا شما هم مسلط بشین. خب بچه اینو بخوایم حل کنیم، اینو که از این همین مثالی که اینجا داشتیم و مثال اول رو میخوایم با این روش برای شما حل کنیم. پس من اینجا یه دونه مثال دارم. معادله فوق را با دستورات مطلب حل کنید. کنترل وی. خب این معادله بوده که ما اینجا داشتیم. خب اولین کاری که باید انجام بدم اینه که من اینو تبدیل بکنم به یک ماتریس. حتی با دستوراتی که اینجا بلدم میتونم مسئله رو حل کنم.
خب من اینو بخوام تبدیلش کنم به یه ماتریس 3 در 3، خب ضریب x1 = 4، منهای 1 1، بعدی 1 6 2، بعدی منهای 1 منهای 2 5، اینجا میشه x1 x2 x4 9 2. خب این الان شد اون مادرسه که من میخوام، این الان مادرس آی منه، این x، اینم که در واقع بیه. حالا کافیه که این مادرسه رو ما توی مطلب حساب بکنیم، در واقع تعریف کنیم. برای تعریف مادرسه روش ها مختلفی هست. حالا ردیف اول 4 منهای 1 1، به میتونی اینتر کنی بیا حالا اینجا ردیف بعدی رو بنویسیم، میتونی در واقع نقطه ویرگول بذاری، هر کدوم که راحت تری. بعدی میشه 1 6 2 1 6 2 نقطه ویرگول -1 -2 و 5. به همین ترتیب بیو باید تعریف کنیم. خب بی ما هست 4 9 2. دقت کنه اینجا مادرسمون 3 در 1، خب ولی این سی کلمه تو مطلب نوشتم 1 در 3. خب به خاطری که اینو در واقع 1 در 3 رو به یه دونه 3 در 1 تبدیل کنیم، این علامت براش میذاریم. این در واقع کار ترانسپوز انجام میده. پس حالا اگر خواستیم اینجا از در واقع آ به توان تی تو مطلب بنویسیم آ ترانسپوز، جز دستورات مطلب اینجا داشته باشیم. خب حالا با تک تک این روش ها میتونیم حلش بکنیم. من میتونم بگم ایکس مساوی با دستور معکوس آی این وی در آ، خب بعد کلش رو ضرب در بی میکنم. خب من سیوش بکنم. حالا ران میکنیم و جواب رو اینجا شما میبینیم که ایکس رو به این شکل هم چیزی که انتظار داشتیم به دست آورد. این از روش اینورس بود. حالا اینو میذارم x2، بالایی میذارم x1. x2 با اون یکی روش بریم، چی بود؟ آ به توان -1 ضرب در b. مجدد ران بگیرم. ببینید جواب کاملا یکسان شد. حالا x رو امتحان کنیم در روش بعدی که چی بود؟ a back slash b. ببینید این همون دقتی بود که ما دنبالش بودیم. پس این روش سوم من معمولا بهتره که بهتر استفاده میشه. حالا اطمینان، حالا بریم بخوام این روش ها رو امتحان کنیم با هم، بیایم در واقع همین دو معادله دو مجهولی که اینجا حل کردیم و به مشکل خوردیم و اینو حالا بیایم اینو بدیم، حالا نه این نرمالیز این محور گیری شده، نه اینو بدیم به عنوان معادله، ببینیم در واقع به چه شکلی میشه مسئله رو حل کرد. خب پس من یه سیو از این بگیرم.
دو معادله دو مجهولیه ضریبا در واقع یک ایمن های پنج یک ایمن های پنج یک 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 دو یک یک اینجا هم که یک دو چک کنیم و حالا اینا رو به این روش اگه حل کنیم ستاشون هم در واقع جواب های درست رو به ما دادن. دلیلش هم اینه که قطعا داخل اینا داخل کدی که ما برای اینا استفاده کردیم این بحث محورگیری حتما انجام شده. فقط خواستم میگم که این نرم افزارا رو اینا در واقع کار کردن. حالا توی هلپش هم اگر شما برید و نگاه بکنین، البته دستور اینورس سو که نگاه بکنین توضیحات اینجا داده که خیلی خوبه که به نظرم بخونینش. گفته اینجا داره نشون میده تفاوت بین حل معکوس و این روشی که ما اینجا رفتیم. حالا تو فصل بعدم راجب این اگر فرصت شد راجب این روش آ تقسیم بر بی که این داره استفاده میشه حتما با هم صحبت میکنیم. بچه این فصلمون تموم شد. حالا تو این فصل بعد وارد مباحث جدید میشه. حسنه باشید.